در 15 بهمن 1387 ایران نخستین ماهوارش را با ماهواره‌بر ایرانی سفیر دو به آسمان فرستاد. با قرار گرفتن ماهواره امید در مدار فضا رسماً به کشورهای دارای صنعت هوافضا پیوستیم. در سالهای بعد ماهواره رصد را با سفیر 1A و ماهواره نوید را با سفیر 1B به فضا پرتاب کردیم. هم ماهواره های من را ارتقا دادیم، هم ماهواره برهای من را. بعد ماهواره بر نوید و سیمرغ را ساختیم که پیشرفته تر بودند و سرعت اولی به حدود 28,000 کیلومتر بر ساعت می رسید و دومی بیشتر. ماهواره های سنگین تری را هم به آسمان می بردند. دست آخر هم قائم را طراحی کردیم که کار شخص شهید تهرانی مقدم بود، با موتوری 4 مرحله‌ای که فقط چند کشور تکنولوژی آن را دارند. ماهواره برها به فضا می رفتند تا به ما خدمات برسانند، اما ما کاوشگرهایی هم ساختیم که بیشتر کارشان تحقیق و بررسی بود، مثل کاوشگر 1 و 2 که امکان موفقیت ماهواره امید را آزمود. می خواستیم با کاوشگرها فضای بیرون جو را بیازماییم. پس کاوشگر 3 را با کپسولی که در آن 1 موش، 2 لاک پشت و چند کرم و سلول های انسان بود با 3 میلیارد تومان هزینه به آسمان فرستادیم. این اولین باری بود که توانستیم موجود زنده به فضا بفرستیم. 24 اسفند 89 کاوشگر 4 را بدون موجود زنده اما با پیشبرد دیگر فناوری های کاوشگر به آسمان فرستادیم و وقتی به زمین برگشت خیلی زود پیدایش کردیم. 16 شهریور 90 کاوشگر 5 را با 1 میمون به فضا فرستادیم که میمون در بازگشت کاوشگر مرد. 18 شهریور 91 کاوشگر 6 را به آسمان فرستادیم که همه چیزش خوب پیش می رفت، جز آن که محموله سالم به زمین نرسید. با این تجربه ها ما کاوشگر پیشگام را 12:37:09 بهمن 1391 با میمونی 3 ساله از پایگاه فضایی سمنان به آسمان فرستادیم و 16 دقیقه بعد سالم دریافتش کردیم. 120 کیلومتر رفت و سالم برگشت. ایران توانست در این کاوشگر سرعت رفت و برگشت کاوشگر را کنترل کند. خیلی ها این موفقیت ما را باور نکردند یا تصادفی دیدند. پس آذر 93 کاوشگر پیشگام 2 میمون به نام فرگام را تا ارتفاع 120 کیلومتری به فضا برد و سالم برگرداند. این بار دیگر همه به موفقیت ما اعتراف کردند. حالا ماهوارهای مختلفی را آماده پرتاب کرده ایم. طلوع را برای سنجش از راه دور، ناهید برای تخمین سرعت باز شدن صفحات خورشیدی و دریافت و ارسال تصویر، ظفر برای تصویر برداری ستیدی، شریف، قائم و پارس با دوربین های مرئی و مادون قرمز و ماهواره مخابراتی ایرانست 1 برای آزمودن سامانه های مقابله با تشعشعات فضایی. با این تجارب برنامه داریم در 5 سال آینده نخستین بار خودمان یک انسان را به فضا بفرستیم تا به یکی از قدرت‌های صنعت هوافضا تبدیل شویم. به امید آن روز.